چشم ما روشن. پس این اصرارتون بی دلیل هم نیست. دکتر سالمی شما رو هم خریده؟ منو هم؟ مگه کسی دیگه ای هم اخیراً خریداری شده؟ آره محبوبه، فکر میکنم. خیلی اصرار میکنه که من جواب دکتر سالمی رو زودتر بدم. شاید اون دوره تخصصی توی لندن جایزه راضی کردن من باشه. خلاصه حسابی سر به سرش میذارم آقا جون. افسانه، نمیخوای درباره خودش، خانوادهش، تحصیلاتش، کارش بیشتر بدونی؟ محبوبه رو میگی؟ افسانه، میدونم که میدونی که پدرت میدونی که تو فکر تو چی میگذره. خب من همینقدر میدونم که این آقای صحرایی خیلی معلومات داره، تمام سبکای نقاشی رو میشناسه. چند ساعت تمام درباره یکی از تابلوهای گویا که تا به حال تو موزه ندیده بودم قشنگ برام تفسیر کرد. فوق لیسانس فیزیک نظریه. در ضمن به شعر و ادبیات هم خیلی علاقه داره. کوهنوردی و حفظ محیط زیست رو فراموش کردی بگی؟ من نمیدونم باید جواب دکتر سالمی رو چی بدم. میترسم اگه جواب منفی بهش بدم ناراحت بشه. آخه اون خیلی به من کمک کرده. احساس بدی نسبت بهش ندارم، ولی مثل احساس یه شاگرد به استادش، یه بچه به بزرگترش، من اونو مثل برادر بزرگتر خودم میبینم. براش احترام زیادی قائلم، اما نمیتونم به عنوان همسر آینده بهش نگاه کنم. دکتر سالمی آدم منطقی و صادقیه، همین حرفا رو بهش بگی میتونه تو رو درک کنه. گفتن شکم سخته. گره خوردن همه این ماجراها به هم، آشنایی با آقای صحرایی، ممکنه این تصور رو برای دکتر ایجاد کنه که به خاطر این آشناییه. نگفتنش هم باعث میشه دکتر بیشتر امیدوار بشه. تو بد مخمسه گیر کردم آقا جون، متوجهی؟ دخترم، اگه عقلت یه چیزی بهت بگه و دلت یه چیز دیگه، اینقدر باید صبر بکنی که حرف این دوتا یکی بشه. ازدواج همه عمر آدم رو تحت تاثیر خودش قرار میده. نمیشه آدم فقط به صدای قلبش گوش بده. ازدواج یک قرارداد اجتماعی هم هست، یه جور معامله. یعنی شما ازدواج یک معامله میدونید؟ یعنی مادرم اون همه ثروت پدریشو داد که بیا توی معامله با شما شریک بشه؟ یعنی عشق و دوست داشتن قسمتی از یک معامله است؟ نه، من فکر میکنم اگر قراره با کسی ازدواج کنم باید دوستش داشته باشم، فارغ از هر معامله‌ای. گفتگو نداره. اما من گفتم عقل و دل هر دو باید رضایت بدن. اگه کمیت یکیشون بلنگه آدم یک عمر بدبخت میشه. من برای فهمیدن این موضوع ساده بهای سنگینی پرداخت کردم، خیلی سنگین. شما از ازدواج با مادرم ناراضی هستید؟ من چرا باید ناراضی باشم؟ من خیلی هم خوشبختم. اما مادرت چی؟ اون همه چیزو از دست داد، خانوادشو، ثروت و مال پدریشو، آرامشو، اعتبار اجتماعیشو، از همه مهمتر زندگیشو. مگه شما همیشه نمیگفتید اون خوشبخت مرد؟ بله، ما خوشبخت بودیم، خیلی خوشبخت، خوشبخت‌ترین زوجی که میشناختم. اون دو سال و چند ماهی که با هم زندگی کردیم به اندازه 9000 سال میارزید. 9000 سال؟ بله 9000 سال. من به مادرت زود دل بستم و دیر دل میکنم. نذار قبل از این که بدونی چیه و چی کار است گرفتارش بشی. تو هم زود دل میبندی و دیر دل میکنی. چی کار باید کرد؟ میخوام یک بار دیگه آقای صحرایی رو ببینم، اینجا و در حضور مادرت. Thank you.
افسانه، میخوای تلفنی به دکتر سالمی اطلاع بدم که حالت خوب نیست، امروز نمیری بیمارستان؟ نه آقا جون، اصلا حوصله سینجیمای دکتر سالمی و محبوبه رو ندارم. پس بهتر نیست امروز خونه بمونی یا استراحت کنی؟ نه، اون پسر بچه که واسه تون توضیح دادم الان منتظر منه، اگه نرم فکر میکنه منم مثل مادرش تنهاش گذاشتم. اما اگه بهت عادت کنه، اون وقت روزی که مادرش برگرده این جدایی سخت میشه براشا. من فقط همینو میدونم که اون پسر بچه مظلوم با اون همه آثار شکنجه روی بدنش احتیاج به مراقبت داره. این وظیفه یه پزشک، درسته؟ خدافظ. صبر کن افسانه، تو فکر تو چی میگذره؟ هیچی آقا جون، میخواستم با اجازه شما تا پیدا شدن مادر این بچه یه چند روزی پیشمون بمونه. فکر عواقبشو کردی؟ اگه پدر از بازداشت آزاد بشه، اگه شکایت بکنه، برای بیمارستان ممکنه بد بشه. خیلی دلم میخواد آزاد بشه. میخوام ببینم روح کدوم حیوان درنده تو کالبدش دمیده شده که تونسته با بچه خودش یه همچین کاری بکنه. پس قرارمون با آقای صحرایی چی میشه؟ اگه تماس گرفت میگم که شما دلتون میخواد بیشتر باهاش آشنا بشین. در ضمن برای شما شطرنج هم دعوتش کردیم. خدافظ. میگم این دایی پروفسور هم خیلی بیخیاله. نمیخوان یه دستخط واسه صاحب ماشین بنویسین نره شکایت کنه؟ من الان دارم میرم خونه عزیز سلطنه، یه یادداشت مینویسم میذارم تو خونه تاج الملوک. میگم بهتر نیست واسه مجید آقا بیاد خودش بنویسه؟ ای بابا چقدر سخت میگیرین شما. زهره بپر یک کاغذ قلم بیار، خودم واسه این شاخ شمشاد استی مینویسم. نه بده من، بده من، خودم می نویسم. شمانم حالا چی بنویسم؟ هیچی، می نویسیم ما چند روزی ماشین به سرتون رو قرض گرفتیم، سعی و سال من بر می گردونیم، اما اگه به پلیس خبر بدین ماشین بی ماشین. ای بابا چقدر ساده ای حمید، اونام گوش کردن و به پلیس خبر ندادن. منیژه جون، ماشین دزدی که شوخی نیست، این کار داره به جای خطرناک کشیده میشه ها، این بازی عاقبت خوبی نداره ها. یواشتر، ننه مرحمت میشنوه. تو چرا میترسی؟ تو که تو این دزدی دخلی نداشتی. شریک جان که هستم. بابا نترس زوره جون، چند رو دیگه میریم ماشین رو تحویل میدیم، همه چی هم به خیر و خوشی تموم میشه. من این خانواده تاج الملوک رو میشناسم، از این تازه به دور اون رسلا نیستن که بخوام بیان واسه خاطر ماشین شهر رو شلوغ کنن. اینقدر الان درگیر عروسی هن که تازه بدون الان یه گوشه نشستن دارن به قضیه دزدی ماشین میخندن. شاید اصلا نرفته باشن کلانتری، زودتر برو نامه رو بنده تو خونه شون، شاید اصلا شکایت نکردن. حالا بخون ببینیم چی نوشتی. با احترام، امیدوارم عروس دامادتون خوشبخت بشن. من برای عروسیم احتیاج به ماشین شما داشتم، چند روز دیگه اونو سعی و سالم تحویل میدم. امیدوارم شگون عروسی خودتون رو با شکستن دل یه زوج جوون بد نکنی. خیلی خوبه نه؟ دل سنگم آب میکنه. حتی تکلیف خونه زندگی دایی مجید چی میشه؟ ای بابا، کی حاضر میشه به قیافه های تابلوی ما خونه اجاره بده؟ اونم یه خونه چند میلیونی بالای شهر. باید یکی رو گیر بیاریم که هم آدم حسابی باشه، هم حاضر باشه واسه خاطر دایی مجید نقش بازی کنه. بله بفهمید. شما این؟ بله خودمم، خواهرزاده مجید. ببخشید مزاحم شدم واسه یه موضوعی. چی شده؟ واسه مجید اتفاقی افتاده؟ نه خیر، نه اتفاق بدی نیست، امر خیره. میخواستم ببینم که
بالاخره شما به این دوست چندین سالتون کمک میکنین یا نه؟ امر خیر؟ کمک من؟ میشه بیشتر توضیح بدید منیجر خانم؟ والا گفتنش یکم سخته. چطوری بگم من؟ این دایی ما دوتا پاشو کرده توی یک کفش که میخواد با این خانم دکتر ازدواج کنه بره خواستگاریش. بعد دجایان هستین که؟ آها تازه فهمیدم. پس بالاخره تصمیمشو گرفت پرنده بلند پرواز. پس خوشبختی مجید هر کاری دستم بر بیاد انجام میدم. میدونستم که هرچی مجید از خوبیای شما گفته بی ربط نگفته. خواهش میکنم مسئله رو بگین. والا ما هممون واسه این که آبروی داییو برگزار کنیم و واسه همین مراسم خواستگاریش و اینا هر کاری از دستمون بر اومده تا حالا کردیم. مونتا میدونیم که خب بالاخره یه خونه آبرومند و همچی درست حسابی واسه پذیرایی از اونا نداریم که بعد دایی مجید میترسه اونا حالا ببینن فقر فلاکت ما رو بعد باعث بشه که و خانم دکتر و پدرش کمی چجوری بگم جا بزنن. میدونین که مردم عقلشون به چشمشونه دیگه. گفتم حالا شاید شما اگه بتونی خونتون اگه اشکالی نداره یه در اختیار ما بذارین که دایی مجید خودش روش نشد بگه میخواست بگه خجالت کشید یعنی راستش از سوری خانوم وحشت داشت. نه نه تو رو خدا نه. کیه؟ چی شده؟ ایشکی از شرکته. چرا مثل گربه سگ دیده موهات سیخ شده؟ مثل اینکه یکی از چکامون برگشت خورده. با کی حرف میزنین کامران خان؟ چیزی شده؟ نه خیر نمیشه به همون دلیلی که فرمودید اینجا نمیشه. بله دایی مجید هم همینو میگفت. پس باید یه خونه آبرومن واسه چند روزی دست و پا کنیم دیگه. بله بله فکر خوبیه. اما ببینین به کمکتون احتیاج داریم. میدونین که بونگاها اعتماد نمی کنن به آدمایی با سر ریخته ما بیان یه آپارتمان مبله اجاره بدن. اما اگر که به حال شما بیای با این سر و وضع و اینا کمکمون کنی اینجوری میان باور میکنن قلومه رو مینویسن دیگه. باشه تا حالا ببینیم. ما یه آشنا داریم توی که این بونگاهای بالشت آبدار چیه احمد آقا گفته که الان یه مورد استثنایی تو بونگاشون هست که اگه همین حالا نریم همین فردا شب نریم قرار رو ننویسیم دیگه سوژه پریده. نگران پولش هم نباشین ها همش با ما جوره جوره. فقط شما باید من باید چی؟ هیچی. شما باید خودتونو جای دایی مجید طرف قرارداد جا بزنین تو اون مالک بونگا اعتماد کن و خونه رو اجاره بده به ما. همین. الو چی شو؟ بسیار خوب دست شما درد نکنه. خداحافظ. اگه اینکه دستم بد نرسه خالی فسار. پسر خود ای وای ببین چه به روز این بچه آوردن بی انصافا. با آقا جونم صحبت کردم قراره یه چند روزی ببرمش خونه پیش خودم. افسانه تو هم فکرهایی میکنی ها. والدینش حتما میان شکایت میکنن اعتراض میکنن تازه دکتر سارمی هم حتما مخالفت میکنه. به دکتر سارمی چه ربطی داره؟ دکتر سارمی از که تا حالا قیم مریضام شده.
قیام مریضا نیست ولی قیام شما که هست. بی خود. بچه نشو افسانه. آدم که نقد و ول نمی کنه نصیحه رو بچسبه. محبوبه دیگه داری حوصله من سر میبری یا؟ مگه من میخوام تجارت کنم که نقد و نسیه حالیم بشه ها؟ در ضمن کی به شما فرمودن که من قراره با آقای صحرایی ازدواج کنم که اینقدر قصه میخوری؟ اولا من قصه نمیخورم، دوما تو گفتی و منم باور کردم. دیروز بعد قیافه خودتون رو تو نمایشگاه میدیدین خانم دکتر. یعنی آقا جونم خیلی از این آقای صحرایی خوشش اومده. خانم دکتر یعقوبی تلفن پذیرش. تلفن شما رو میخواد. بله شما مواظب این بچه باشین تا من برگردم. آقای دکتر پاشنجی به اطلاع. من به شما میگم مواظب این بچه باشین، زاخته منو چوب میزنی؟ آقای دکتر پاشنجی به اطلاع. خودش بود؟ بله فضول خانم. خب خوبه دیگه، مبارکه. بیچاره دکتر صارمی. محبوبه بس کن دیگه، آقا جونم برای شام دعوتش کرده، قراره بیاد خونه ما که از نزدیک باش بیشتر آشنا بشه. بعدم زودتر برو حاضر شو، قراره بعد از ظهر به دم بیمارستان دنباله. آقا جونم خیلی اصرار داره بیشتر با آقای صحرایی آشنا بشه. امروز که خیلی دیر افسانه، بهتر بذارین فردا حتما با تماس. اوناش اومد. سلام آقای صحرایی. به موقع رسیدم؟ اتفاقا همین الان داشتیم صحبتتون رو می‌کردیم. حلال زاده ای. خواهش می‌کنم. سلام آقای صحرایی. سلام، حال شما. ذکر خیرتون بود. خیلی کم پیدایین. والا درگیر خرید این رورواک بودم. این پاسپورت رو فروختم. اینه که دیدم بی ماشین نمی‌تونم باشم، اینو گرفتم. حتی اینم تا یه مدت دیگه گفتم از دبی برام بیارم، مشکیشو گفتم بیارم. چطوره؟ خیلی قشنگه. شما به این میگین رورواک؟ حالا بالاخره یه مدت بعد سوار شد. مشکیش خیلی سیستمش فرق می‌کنه. الو الو من یکی از بستگان شما هستم. شما؟ چه نسبتی باهاشون دارین؟ من پسر خواهرزن ایشون هستم. شما؟ اما اون که با فامیل زنش رفت آمد نداشت. خب من به همین دلیل دنبالش میگردم. اون به خاطر اینکه شما پیداش نکنین خودش و دخترش رو آواره کرد. بله بله میدونم، ولی حالا همه چیز عوض شده. به به چه روز با شکویی، چه اتفاق به موقعی. ایشون جناب آقای دکتر صارمی رئیس بیمارستان و استاد من
ایشون هم آقای صحرایی، همون آقایی که براتون توضیح دادم کیف من رو از دست دزد نجات دادن. بله، از آشنایی خوشبخت. بعدم از آشنایی شما خیلی خوشبختم. خانم دکتر از شما خیلی تعریف کردن. داشتن از ماشین جدیدتون میگفتین آقای صحرایی. باورتون نمیشه ماشین نخریده رو ازم دزدیدن. بعد از یه مدتی هم که دزدا رو گرفتن دلم سوخت و رضایت دادم. علت تأخیرم این بود. ماشین گران قیمت شما رو میدازن اون وقت انقدر خونسردین؟ پول مثل چک کف دسته جناب دکتر. میدونید بعد از یه مدت که این ماشین پیدا شد منم خوب رضایت دادم دیگه، دیدم چرا قصه بخورم الان که ماشین کنارمه دیگه، راحت و با خیال آسوده. عقاید جالبی دارید جناب صحرایی. در مورد سرقت کیف پول خانم دکتر یعقوبی باید بگم که اقدام شایسته شما قابل تقدیره. هر کس جای من بود همین کارو میکرد. این یه وظیفه است. حرفای شما کاملا مشابه حرفای خانم دکتر یعقوبیه. درباره پسر بچه‌ای که مورد آزار والدینش قرار گرفته بود و به این بیمارستان آورده بودن، خانم دکتر یعقوبی هم درست همین نظراتو داشت. من این چیزا رو سر کلاس از خود شما یاد گرفتم استاد. وظیفه وجدان قانون. به قول پاستور علم بدون وجدان یعنی فاجعه. من چطور میتونم وظیفه و وجدانمو در قبال این بچه نادیده بگیرم؟ به نظر شما درسته؟ همونقدر که علم بدون وجدان یک فاجعه است، وجدان بدون علمم یک فاجعه است. البته عقاید قرون وسطا رو نباید فراموش کرد. آفرین. مرحبا. شما جوان با استعدادی هستید. خواهش می‌کنم. من خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما. امیدوارم که فرصتی باشه دوباره بتونیم درباره عقاید علمی شما با هم صحبت بکنیم. خب به قول حافظ، چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شد. من با اجازهتون مرخص میشم. خیلی خوشحال شدم و دوباره حتما میبینم. خدا نگهدار آقای دکتر. آه در ضمن مواظب اتومبیلتون باشید، ممکنه که مجدد بدزدنش. جمعونم این آقای دکتر خیلی نگران ماشین منه نه؟ میدونید دکتر صارمی همیشه به همه کس و همه چیز مشکوکه. خب حالا که تا اینجا اومدید اگه اشکال نداره بریم این پسر بچه رو که در موردش با تو صحبت کردم ببینیم. واقعا کاری که این پدر معتاد با بچهش کرده از هیچ حیوانی بر نمیاد. اصلا من دلیدن این صحنه های اینجوری رو ندارم، جوری میشم. خب اشکالی نداره. راستش پدرم خیلی مایل هستن که بیشتر با شما آشنا بشن. اگر که افتخار بدید دعوتشون رو امشب به چای و شطرنج گفتگو و شام قبول کنید خوشحال میشیم. بله با کمال میل. برسونمتون. ویلا تو این منطقه زیر یک میلیارد و صد شما پیدا نمیشه. با این پولا فقط شما میتونید آپارتمان بخرید. آپارتمان؟ آدم تو آپارتمان دلش میگیره فکر میکنه تو قفس. حالا خانم از شما بعیده. آپارتمان الان بورس بازاره. خب اینه امنیتی که واقعا تو آپارتمان داره تو هیچ کجا شما پیدا نمی کنی. به هر حال من باید با شوهرم مشورت کنم. نظر ایشونم برای من خیلی اهمیت داره. بعد خدمت شما. اجازه بدید با همسرم مشورت کنم بعدم. سلام احمد آقای کم پیدا. کارکاسبی چطوره؟ حالی اما نمی‌پرسیم مشتی. بهبه منیژه خانوم حال احوال شریفه این طرفا. راستش خدیجه خانوم تعریف اینجا رو خیلی کرده. گفتم هم بیام یه سری بزنم هم یه مشکلی واسه یکم نزدیکمون پیش اومده. گفتم بلکه کمک کنی حلش کنی. دم درم. مادرم همیشه زیادی تعریف میکنه. مادر دیگه. تا این چایی‌ها رو بگردونم و بیام میتونی بگی بیام تو. خیره ایشالله. معلومه که هست. وقت جلوشون خرابمون نکنی ها. ای به چشم. از سایه برمیگردم. چی گفت؟ ایچی. گفت میره یه چایی میگردونی برمیگرد. شنیدی؟ صحبت یه میلیارد این حرفا بود. حالا بگو فکر کنی 5-6 میلیون خیلی پوله. تازه این کمه کمش. ببینم تو این کار که دردسری که وجود نداره نه؟ ای بابا چه دردسری کامران خان؟ همش واسه خاطر دایی مجیده. باید یه سر و سامونی بگیره یا نه؟ خب مردم این دور زمون هم که همش عقلشون به چششونه نیست؟ یه اون هممون دلمون میخواست دایی مجید سر و سامون بگیره، سر عقل بیاد. این مواد لعنتی رو ول کنه. نمیخواست؟ خب چرا؟ هم از راه صداقت بهتر میشه با مردم حرف زد.
اینطور نیست. الان برگشت اوزار خب حالا تو مشکل تو چی که اومدین سراغ من؟ تو خونه ای که منیجه کار میکنه عیض و سلطان خانم رو میگن یه مهمون خارجی واسه شون اومده که ایشون هستن جناب آقای کامران میرزا قصد دارن این دو سه ماهی که ایرون هستن توی آپارتمان مستقل زندگی کنن مگه نه کامران خان؟ نه یعنی بله چطور بگم تو خارج عادت نیستش که مهمون خونه فامیل بمونه وضع دلار مولارتون چطوره جناب؟ الحمدلله بد نیست مثلا چقدی؟ چیزه یه 5-6 میلیون تومنی واسه این دو سه ماه تو این رقما فکر کنم جناب آقای دکتر میتونه کمکتون بکنه تشریف بیارین راستشو بگیم اومدیم نزوزی کنم نکنم از خاطر مجید رفیق چندین ساله قربانه تو برو چشمم چشم خواهش بکنم خدا دمه بریم آقا دکتر نیت آشنای ما هستن آقا کامران تا رفت فرنگی اومد دنبال جا میگرده بهش گفتم این کار فقط کار آقا دکتره میتونی براش یک کاری بکنی ضمناً مبلم باشه بی زحمت اجازه بدید فایل یه نگاهی بکنم برای شما یه خورده سخت گیر میاد اما خب ببینم چی کار میتونم واسهتون بکنم چون که اینجا فی حقیقت بالاست سلام آقای یعقوبی سلام علیکم صحرایی هستم حال شما چطوره آقای صحرایی خوش اومدی خواهش میکنم بفرمی خانم دکتر تشریف دارن؟ بله بله باشه سر آها یه دونه وسطون پیدا کردم دست برقضا مالکش هم میخواد بره خارج یه سه ماهی من اینه میتونم به شما اجاره بدم خیلی هم قشنگ و شیکه برای خودی گذاشته بودم کی بهتر از شما حالا کمی بالا و پایین جورش میکنه شرایطش هم با شرایط شما تقریبا میخونه کی میخواید حالا بریم اینو ببینیم هر وقت که شما بخواید فردا صبح چطوره عالیه خیلی عالیه میتونیم بگیم عزیز خانومم بیا خانم درست میگه فردا صبح تشریف بیاری من همون فردا صبح بسید اون قولنامه رو می‌نویسم ان‌شاءالله هم که می‌پسندید خیلی ممنون از لطفتون پس ما فردا میایم که کارو تموم کنیم دیگه فقط دست چک یادتون اونه اسباب وسیله چیزی کم نره که خیالتون راحت راحت میشه اینجا همه چی داره حتی فریزرهاش هم پره دست شما درد خواهش میکنم خدا خوشحال شدم خدا خوشحال شدم امید خدا احمد آقا تا چند زینا رو میشناسی؟ اینا خیلی قیافشون مشکوکه نه آقا خیالتون راحت باشه هفت بچه های محل هستن ظاهر کامران میرزا رو نهیدی؟ داد میداد همین یه ساعت پیش از فرنگ اومده هنوز بوی تیاره میداد اما قیافه دختره خیلی تابوس تاده؟ نه بیچاره مریضه دکتر بهش قرص مرس داده واسه اعصابه نجات تو اون خونه اساس اساسی خیلی زیاده مواد یه بخ همه رو بخوام اینجا هم کنم بردارم ببرم فقط در حدود 200 میلیون تومان فقط فرش و تابلو و نمیدونم غیر و زالک داره من نمیدونم چی خیلی بد حواسمون جمع شد شما با خود کامران میرزا قلدو میبینید یه چک سفید امضا هم میگیری بعد سلام شد تمام
چه خونه گرم و خوش سلیقه‌ای دارین آقای یعقوبی. همش سلیقه افسانه است. در این زمینه‌ها بیشتر به مادرش رفته تا من. برای داشتن یک همسر خوش سلیقه باید خیلی خوش سلیقه بود. خوشحالم بالاخره یکی حریف زبون شما شد. آقای صحرایی ممکنه حریف زبون من بشه، اما حریف شطرنج نه. بازم شروع کردیم؟ اختیار داریم. شطرنج با همین حرفاش. بله. بفرمایید. به به، چه گل قشنگی. ممنون. گل مورد علاقه منه. بله. حالا نه که من آوردم، نه، ولی خیلی گل قشنگیه. خب. اما اول چای برای اینکه سرد نشه، بعد شطرنج، شام و گرم. به جز سلیقه، برنامه ریزی زندگی ما دست افسانه خانومه. به به دیگه. سلام آقای سهرابی. سلام. خوش آمدید. بفرمایید. شما گفتید پسر خواهرزن آقای ابراهیم هستید. بله، من فرانسه زندگی میکنم. از بابت برخورد زورم ازتون معذرت میخوام. خب دیگه، خیلی زود نمیشه به آدم ها اعتماد کرد. بله، شما حق دارین. میتونم بپرسم چطور بعد از این همه سال به فکر دختر خاله و شوهر خالتون افتادین؟ خب، وقتی افسانه از من جدا شد، من 7 سال بیشتر نداشتم. بعدش هم که رفتم توی پانسیون تو فرانسه، همونجا درس خوندم و بزرگ شدم، تا اینکه چند روز پیش پدر بزرگ پیغام فرستاد که برگردم ایران و افسانه رو پیدا کنم. حقیقت اینه که پیرمرد داره میمیره و میخواد قبل از مردن افسانه رو وارث ارث زیادی بکنه. من میخوام خواهش بکنم شما کمکم بکنه تا افسانه رو پیدا کنه. اینکه همه یه روزی بالاخره میمیرن هم خیلی جالبه. آنچه جوان در آینه بیند، پیر در کشتکام آن بیند. کیش نمات. ما از اول ما تو مفقود بازی شما بودیم. حکایت حکایت شما نیست. هر کی با آقا جون بازی کنه اول ما تو مبهوت میشه، بعدم کی شما کوری میکنم. آقا ابراهیم هنوز تو کرمان زندگی میکنن؟ نه، خیلی وقت از اینجا رفتن. اونا از ترس این که پدر بزرگ از هم جداشون نکنه همش در حال جابجایی بودن. از این شهر به اون شهر، از این محله به اون محله. به شما گفتن کجا میرن؟ نه. اما با یه معمای شطرنج چطورین؟ امیدوارم که تکراری نباشه. خب بیار آنچه داری ز مردی و زود. خب حالا معما. در کتب تواریخ فرنگستان اومده که در سال 1713 وقتی که ارتش چارلز 12 بود پادشاه سوئد به محاصره در اومد، این چارلز عزیز ما اغلب وقتش رو با وزیرش به بازی شطرنج می‌گذروند. خب شما این همه قصه رو سرهم کردین که به من بگین در این وضعیت چطور سفید میتونه در سه حرکت سیاه رو مات کنه؟ احسنت، احسنت. اما قدری درنگ بفرمایید. این یکیشه. وقتی که چارلز اعلام کرد مات در سه حرکت، ناگهان یک تیر غیب از را رسید، به جای اینکه بخوره به فرق سرشو خیال ما و شما رو راحت کنه، گرفت این اسب فلک زده. خب پس معمای دومم معلوم شد. بله.
حتما میخواین بپرسین حالا چطور سفید میتونه در چند حرکت سیاه رو مات کنه؟ نه 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 نه، خود چارلز یک بار دیگه برگشت و به صحنه نگاه کرد، بررسی کرد و این دفعه گفت در 4 حرکت میتونیم سیاه رو مات کنیم. تا اومد دست به مهره بزنه از اون طرف یک تیر دیگه فرستادن، این دفعه گرفت این پیاده فلک زده. چارلز گفت اشکالی نداره، اصلا مسئله نیست. حالا این دفعه ما در 5 حرکت سیاه رو مات میکنیم. خب از تا حالا 3 تا معما ترک کردیم. جالب بود. حالا خواهش میکنم این مهرهای تیر خورده رو یکی یکی بذارین سر جاش تا من معماها رو حل کنم. خب دیگه کافیه. با عرض پوزش، مطمئن باشید اگر پادشاه سوئد اینقدر باهوش بود که میتونست این معماها رو حل کنه، هیچ وقت توی جنگ شکست نمیخورد. بله بله، کاملا حق با ایشونه. خب معمای شطرنج بمونه برای بعد، اما معمای دستپخت شما رو میشه حل کرد؟ تا حدستون چی باشه؟ با یک کوکینگ بوک، یک کتاب آشپزی. خب تا حالا کی با کتاب آشپز شده که من دومیش باشم؟ گفتگو نداره، پزندگی هنر میکنه. بله، آشپزی یا به قول آقای یعقوبی پزندگی، هنر تزلزل چارحسه که اگر ما بیایم با دست غذا بخوریم، در واقع این 5 حس رو درگیر این هنر کردیم. اما به قول انگلیسی ها گشنگی بهترین آشپزه. خب پس با این حساب الان من بهترین آشپزم. بله، درسته؟ بله. میشه شما لطفی این استکان به من بدی؟ خواهش میکنم. خب ما تا آماده شام چند دقیقه شما رو تنها میذاریم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. قبول میفرمایید که وفاداری شما هیچ کمکی نمیتونه بنا بکنه. احسان الان 25-6 سالشه و هیچ قانونی نمیتونه اونو از پدرش جدا بکنه. فکر کردیم واسه چی اومدم اینجا؟ منم دلم میخواد بدونم اونا الان تو چه وضعیتی هستن. خب من منتظر شنیدن حرفای شما هست. وقتی آقای ابراهیم از اینجا رفت، من رفته بودم خوزستان. اون سالها سالهای جنگ، من داوطلبانه به منطقه اعزام شده. وقتی برگشتم بچه ها گفتن آقا ابراهیم و دخترش از کرمان رفتن. کجا؟ نفهمیدم. افسانه به دخترتون چیزی نگفته بود؟ گفته بود، هنوز معلوم نیست کجا میریم. وقتی خونه اجاره کردیم برات نامه مینویسم. خب نامه نوشت؟ تا مدتی خبری نشد. منم دوباره رفتم منطقه، البته این بار درست وسط خط اول. زن و بچه همو فرستادم خونه پدر خانم هم تو بروجرد. مدتی که منطقه بودم افسانه خانم یه نامه به نشونی خونمون برای دخترم میفرسته. اون نامه الان کجاست؟ بفرمایید. اما این نامه چرا درش باز نشد؟ آخه این نامه هیچ وقت به دست دخترم نرسید. نرسید؟ مگه شما برنگشتین کرمان؟ چرا برگشتیم به جز دخترم زهرا؟ یکی از موشکایی که تو شهر روجرد خورد درست افتاد وسط خونه پدر زنم. آه دخترم،
زهرا، زهرای من، در یک لحظه برای همین در این نامه بازن شده. آره، هیچ کس دلش نیومد این نامه رو باز کنه. حالا هم مادرش راضی نمیشد که بیارمش پیش شما و گفتم شاید افسانه پیدا بشم، شاید بیاد یه سر به ما بزنه و دل ما رو شاد بکنه. آخه اون بوی دخترم زهرا رو میده. بهتون قول میدم که پیداش میکنم. بهش بگین که زهرا دختر بدقولی نبود که جواب نامشو نده. فقط دعا کنید فردا صبح وقتی به این آدرس میرم افسانه خودش در رو به رو باز کنه. خداحافظ. این هاردی یکی از ریاضیدان‌های مشهور انگلیسیه. ما که اسم مبارکشون رو نشنیدیم. خب برای اینکه خیلی تخصصیه، مثلا مثل پروفسور برنارد تو پزشکیه. تازه برنارد به خاطر پیوند قلبی که کرد مردم کوچه و بازار همه میشناختنش. قبول، یه ریاضیدان خیلی قول مثل اقلیدوسه تو عصر ما. بله، این آقای هاردی خیلی بدشانس بود، یعنی خودشو بدشانس معروف کرده بود. یه روز تصمیم میگیرن که با دوستانشون برن کنار دریا. یه چند روزی که اونجا میمونن دیگه باد و بارون و تیفون و همه چی قاطی پاتی میشه، یعنی نمیتونن آبتنی کنن. خلاصه که این دوستانشون یه چند روز که میمونه خسته میشه، میگه آقا من برمیگردم. هاردی میگه ببین وقتی که داری برمیگردی سرتو از این پنجره قطار بکن بیرون، بگو من هاردیم که شاید بتونه اینو آبتنی کنن. ببخش. به این میگن یه لطیفه علمی جغرافیایی. آقا جون نبینم بی جواب مونده باشی. ماشاءالله این آقای صحرایی که مهلت نمیدن. اما جواب با یه لطیفه علمی سیاسی چطوریم؟ یه شب اینشتین شام مهمون پادشاه دانمارک بود. پادشاه دانمارک از سر شوخی یک سیبو از ظرف میوه بر میداره و به اینشتین نشون میده و میپرسه اگر من سیبو به هوا پرتاب بکنم به حساب ریاضیات شما این سیب چند تا چرخ میخوره تا به زمین برسه؟ اینشتین حاضر جواب میگه کمتر از اون مقدار چرخی که در سیاست شما میخوره. مثل این که اصلا خنده دار نبود. چرا؟ چرا؟ لطیفه شما لطفش در اینه که آدم دو بار میخنده، یه بار از روی ادب و نزاکت و اینکه لطیفه گو هرچی خیلی نشه، دومی که وقتی فهمید موضوع چیه بعدن میخنده. مثل این که از دست پخته من خوشتون نیومده. نه خیر، برعکس، خیلی غذای عالی و خوشمزه‌ای بود. من حتما باید این کتاب آشپزی شما رو بگیرم. تعارف میفرمایید. کتاب آشپزی من آقا جونه، هرچی بلدم از ایشون یاد گرفتم. به 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 به. یه روز تشریف بیارین یه چخپنه گوشت گوسفند به عنوان سوپ و یه کارسکی به عنوان غذای اصلی براتون درست کنم. حتما با اردو ریکرا و دسر کیسل خربوزه. این اردو ریکرا و کیسل خربوزه رو تصادفی گفتین یا؟ تصادفی چیه آقا جون؟ ایشون مثل این که توی آشپزی هم سررشته دارن. خب وقتی سوپ و غذای اصلی روسی باشه بهتره که
پیش غذا و دسر هم روسی باشه دیگه. بله دقیقا. حالا لطفاً بقیه همین ماکارونی تخلمه رو میل بفرمین، چه خدمه گوشت گوسفند انشالله بعدن. خب همش به حرف گذشت، شما هیچی نخوردین؟ خواهش میکنم، ممنونم. اگه یه لقمه دیگه بخورم قطعا خواهم ترکید. اگه شما به مرگ منو بیرونی این خونه علاقه مندین چشم. ضمناً ماکارونی استخون نداره که معلوم بشه کی چقدر خورده. حالا لطفاً اگه غذاتون رو تموم کردین خودتون رو برای یک نبرد درست حسابی آماده کنین. آقا جون خسته نشدین از این همه شطرنج بازی کردن؟ نه خیر. آقا جون شما تصمیم دارن بعد از اینکه بنده رو در میدان آشپزی شکست دادن در میدان نبرد هم شکست بدن. برای برنده شدن هم باید به قواعد بازی آشنا بود و هم به اصول شرافت بندانه بازی پایبند. خب بله بله من بده به من خواهش بکنم. ممنون.